سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و امروز هم با یک ویدیوی بسیار جالب همراه شما هستیم. دوستان اگر چینل ما را سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب کنید و علامت زنگوله را هم بزنید. در این ویدیو قصد داریم تا برترین شرکت‌های خودروسازی دنیا در سال مالی گذشته را معرفی کنیم. شرکت‌های نامبرده در دو فهرست از مقام دهم تا اول بزرگترین شرکت‌های تولید خودرو و وسایل نقلیه در جهان جای گرفتند. شماره 10 شرکت دانگفنگ موتورز. درآمد 90 میلیارد دلار، 2% رشد نسبت به سال 2017. دانگفنگ یکی دیگر از شرکت‌های دولتی چینی در صنعت خودروسازی است که یکی از بزرگترین برندهای خودرو در جهان محسوب می‌شود. این شرکت از سال 2017 توانست رشد سعودی خوبی در سودآوری خود داشته باشد. مدیران دانگفنگ اعلام کردند که نیروی عزم جدی برای افزایش صادرات و فروش در بازارهای جهانی دارند. طبق برنامه‌های این شرکت تعداد فروش فعلی 65,000 دستگاه خودرو و خارج از خاک چین باید به 150,000 دستگاه تا سال 2020 رشد پیدا کند. شماره 9 شرکت نیسان. درآمد 104 میلیارد دلار، 3.2% افت نسبت به سال 2017. آخرین آمارهای شرکت نیسان نیز از سال 2017 ثبت شده و حالا شاهد کاهش عظیم درآمد و سودآوری در شرکت هستیم. نیسان تولیدات گسترده‌ای دارد، از انواع خودروهای شهری و کوچک گرفته تا شاسی بلندهای سرسخت و مدل‌های آفرود. این شرکت در سالهای اخیر هزینه‌های زیادی به خصوص برای افزودن فناوری‌های نوین به محصولات خود انجام داده. بخش اعظم هزینه‌های این شرکت مربوط به بخش خودروهای الکتریکی آن است که در حال رشد بوده و نیسان درآمدهای خود را به این بخش اختصاص داده است. فاش شدن فساد مالی مدیر عامل این شرکت کارلوس گوسن نیز به وجود آمدن این وضعیت آشفته برای نیسان بی‌تأثیر نبوده. شماره 8 شرکت بی ام وی. درآمد 115 میلیارد دلار، 3.4% رشد. مقدار سودآوری بی ام وی در سالهای اخیر به مقدار خوب بوده که با وجود سود 8 میلیاردی این شرکت در سال گذشته آمارها از کاهش درآمد خالص بی ام وی خبر میدهند. این شرکت آلمانی که مالک برندهای مینی و رولز رویس نیز است، در سال گذشته تولیدات خود را به 142,000 دستگاه خودرو در سال رساند که رشدی چشمگیر برای بی ام وی محسوب می شود. اما قوانین آلایندگی جدید موجب شده تا بسیار از پیشرانه ها و سیستم های فنی این شرکت تغییر کند و به همین جهت هزینه های زیادی صرف بخش فنی بی ام وی شود. دلیل کاهش سودآوری این شرکت نیز همین موضوع است. شماره 7 شرکت سایگ موتورز. درآمد 136 میلیارد دلار، 5.9% رشد. این شرکت چینی خودروهای خود را تحت برندهای مانند MG به فروش می‌رساند. این شرکت با گروه خودروسازی فولکس واگن و جنرال موتورز نیز همکاری دارد و بخشی از خودروهای این شرکت در چین تامین می‌شود. افزایش چشمگیر 132% تولید خودرو این شرکت در سال گذشته یکی از اصلی ترین دلایل رشد سودآوری سایگ موتورز محسوب می شود. شماره 6 شرکت هوندا. درآمد 143 میلیارد دلار، 3.4% رشد. ساخت و توسعه بخش خودروهای الکتریکی در شرق آسیا موجب شده تا شرکت های این منطقه مانند ژاپن، چین و کره جنوبی اکثرا با کاهش سودآوری همراه شوند. هوندا نیز به همین شکل است. این شرکت علارغم رشد 5.2% در بازار چین، با وجود هزینه‌های سنگینی که بخش خودروهای الکتریکی خود اختصاص داد، با بیش از 40% کاهش سودآوری همراه شود. شماره 5 شرکت جنرال موتورز. درآمد 147 میلیارد دلار، 6.5% افت. جنرال موتورز آمریکا که تا چند سال پیش به عنوان برترین شرکت خودروسازی در جهان به شمار می آمد، حالا دیگر در میان 3 شرکت برتر نیز جایی ندارد. دولت جدید آمریکا که جنگ تجاری بزرگی را با چین آغاز کرده، موجب شده تا جنرال موتورز برای چندمین سال پیابر با کاهش درآمد و سودآوری همراه شود. همچنین میزان تقاضای محصولات در این شرکت
کاهش پیدا کرده و مردم این کشور دیگر مانند گذشته توانایی خرید محصولات شورولت، جیمسی، کادیلاک و بیوک را ندارند. شماره 4، شرکت فورد. فورد نیز تحت تاثیر جنگ تجاری آمریکا و چین قرار گرفته است. این شرکت در سال گذشته تنها 1 میلیارد دلار صرف خرید فولاد و آلومینیوم از کشور چین کرد. همچنین فراخوانی خودروهای این شرکت به دلیل کیسه هوای معیوب نزدیک به 299 میلیون دلار خرج برداشت. به این ترتیب سوداوری فورد نسبت به سال گذشته تقریبا نصف شده و شرایط مطلوبی ندارد. فورد نیز مانند جنرال موتورز با کاهش تقاضا حتی برای مدل های محبوب سری F مواجه شده است. شماره 3، شرکت دایملر. درآمد 197 میلیارد دلار، 6.6% رشد. شرایط نامساعد شرکت های خودروسازی تنها به شرق آسیا و آمریکا محدود نمی شود، بلکه برندهای برتر اروپا نیز با کاهش سوداوری دست و پنجه نرم می کند. شرکت دایملر مالک مرسدس بنز و تمام برندهای زیر مجموعه مرسدس در سال گذشته بیشترین تعداد خودرو را در تاریخ خود به فروش رساند. البته کاهش سود این شرکت نیز به دلیل سرمایه گذاری بر روی بازار خودروهای الکتریکی بوده و مانند شرکت‌های آمریکایی کاهش فروش و افزایش هزینه‌ها گریبانگیر برندهای اروپایی یا شرق آسیایی نبوده است. شماره 2، شرکت تویوتا. درآمد 272 میلیارد دلار، 2.8% رشد. تویوتا بیش از هر شرکت خودروسازی دیگر در سال گذشته سوداوری داشته. این برند بیشترین سهم در بازار جهانی خودرو شهری را دارد و همچنین چندین میلیون خودرو الکتریکی تنها در اروپا به فروش رساند. اما با این وجود سود این شرکت نسبت به سال گذشته 24% کاهش داشت. یکی از دلایل عمده این کاهش سود مربوط به فراخوانی گسترده خودروی پاریوس به علت نقض فنی ایمنی بود. همچنین سرمایه‌گذاری تویوتا در آمریکا نیز هزینه‌های زیادی برای این شرکت به همراه داشت. شماره 1، شرکت فولکس واگن. درآمد 278 میلیارد دلار، 7% رشد. برای چندمین سال متوالی فولکس واگن به عنوان برترین شرکت خودروسازی در دنیا شناخته می شود. فولکس واگن مالک برندهای آودی، بوگاتی، بنتلی، لامبورگینی، پورشه، اسکانیا و اشکودا است. با تولید شاسی بلندهای مغروم صرفه مانند تی‌راک و تی‌کراس، همچنین مدل الکتریکی خودروی محبوب گولف توانست بیش از 40% فروش خود را افزایش دهد. رکورد فروش 10 میلیون دستگاه وسیله نقلیه در سال نیز به نام فولکس واگن ثبت شده که غیر قابل شکستن به نظر می رسد. رشد فروش برندهای زیرمجموعه فولکس واگن نیز تأثیر بسزایی در رشد درآمد و سوداوری این شرکت داشت.